همیشه آنجا بودم که رنج بود، درد بود، کار و مسئولیت و مشکل بود. هر کجا خطر بود حاضر بودم. در میان تظاهرات سخت، در برابر رگبار گلوله‌ها، در برابر تانک‌ها، در برابر خطرناک‌ترین مسئولیت‌ها، همیشه به استقبال خطر می‌رفتم و خود را در معرض خطر قرار می‌دادم تا دوستانم را نجات بخشم. از جشن و شادی گریزان بودم. خوش داشتم که شادی ها و جشن ها را برای دیگران بگذارم و سهم خود را از غم و درد برگیرم، حتی هنگامی که بر اثر ضرورت به جشنی می رفتم افسرده و ناراحت بودم، زیرا به درد انسان ها فکر می کردم که در غم و درد می سوختند و در جشن شرکت نداشتند. چطور ممکن است خوش باشم آنجا که درد مندانی رنج می برند و در آتش درد می سوزند؟ به طور کلی اهل فکر و مطالعه و استفاده از درس اساتید بود. از منابع و سخنرانی های وعاظ معروفی چون اشراقی، دوری و فلسفی در دوران دبیرستان و دانشگاه بهره می گرفت و از 15 سالگی در درس تفسیر آیت الله طالقانی حاضر می شد. من از سن 15 سالگی شاگرد حضرت آیت الله طالقانی بودم و در جلسات تفسیر قرآن ایشون در مسجد هدایت شرکت می کردم و ایشون یکی از مؤسسین انجمنهای اسلامی دانشجویان بودند که من هم افتخار عضویت اون انجمن رو داشتم و بنابراین مقدار زیادی از مطالبی رو که در فلسفه و دین و اسلام و اجتماعیات یاد گرفتم از این مرد بزرگ آموختم و او برای ما همیشه به صورت یک معلم بزرگ و یک پدر روحانی بود. او از کوچکی تدریس می کرد و قسمتی از معاش خود را از راه تدریس به دست می آورد. شاگردان او نه فقط ریاضیات می آموختند که همه چیز را از فلسفه و ادبیات و تاریخ و علم الاجتماع را از او فرا می گرفتند و او برای آنها نمونه و مظهر و سمبل می شد و روابط آنها به مریدی و مرادی می رسید. در ریاضیات و به خصوص هندسه آنقدر توانا بود که حریفی نداشت. برای حل بعضی مسائل مشکل فنی تا چند سال فکر می کرد. اغلب که در خیابان راه می رفت یا شبها که در رخت خواب دراز می کشید برای حل مسائل هندسی در اندیشه غوطه می خورد. آنقدر توانا بود که هنگام که معلم راه حل هندسی را بیان می کرد او به سرعت راه حل بهتری را ارائه می داد. به یاد دارم که به دانشگاه می رفتم. برف می بارید، هوا سرد بود و روزهای متوالی هیچ پولی نداشتم و راه دراز خانه به مدرسه را پیاده طی می کردم که بیش از 1.5 ساعت طول می کشید. دست و پایم از سرما کرخ می شد و یخ می زد، ولی از کسی تقاضای پول نمی کردم. بارها پدرم می‌خواست به زور به من پول بدهد، ولی آنقدر مناعت طبع داشتم که نمی‌پذیرفتم. چقدر بر من سخت بود که از کسی چیزی بپذیرم، به خصوص در مواقعی که تحت فشار بودم و زندگی بر من سخت می‌گرفت.